درود بر شما. 22 بهمن ماه 1400 خورشیدی و 11 فوریه 2022 میلادی. امشب در صفحه آخر می‌پردازیم به مقایسه خواست‌های مردم در بهمن 57 و بهمن 1400. خیلی میشنویم که در دهه 50 خورشیدی، سالهای منتهی به انقلاب 57، مردم وضعشون خوب بود، ایران ثروتمند بود، طبقه متوسط داشت گسترش پیدا میکرد، طبقه متوسط که لازمه رشد اقتصادی و فرهنگی یک جامعه است به وجود اومده بود، داشت گسترش پیدا میکرد، یعنی فرمبندی اجتماعی داشت به سمت لازمه های در واقع ضروریات یک جامعه که به سمت یک اقتصاد لااقل بتوان گفت متعارف در جهان خودشو پیدا بکنه داشت پیش میرفت. ایران در منطقه کشور قدرتمندی بود و مردم ایران در جهان مورد احترام بودند و به هر حال تعبیراتی از این دست خیلی میشنویم. چرا مردم انقلاب کردند؟ روایتی هست که باز این زیاد میشنویم که انقلاب 57 مردم دست به خودکشی جمعی زدند. میخوایم از تاریخ یاد بگیریم دیگه تا بتونیم موقعیت امروز رو بفهمیم و بدانیم که اون موقع چه در بین مردم و چه در حکومت به طور کلی در واقع چه پارامترهایی به قول علما وجود داشت و چه پارامترهایی به وجود آمد، آیا مردم به وجودش آوردن یا روحانیت حاکم به وجود که بعدا حاکم شد به وجود آورد. چه
چه زمینه‌های مشخصی داشت که اون انقلاب شد و چرا الان انقلاب نمیشه؟ اینا پرسش‌هایی است که مکرر میشنویم و پرسش‌هایی که از همدیگه شاید بکنیم. در برنامه امشب می‌خوایم به همین موضوع بپردازیم. در خدمت آقای دکتر عباس میلانی هستیم، استاد و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد در کالیفرنیای آمریکا. آقای دکتر خوشحالم در خدمتتون هستیم امشب در صفحه آخر. من پرسش کلی رایج درباره چرایی وقوع انقلاب 57 رو در مقدمه عرض کردم که نمیدونم که وصل بود ارتباطمون شنیدین یا نه، ولی به هر حال در طول برنامه باز بهش خواهیم پرداخت. مبدا انقلاب 57 از نظر شما کی بود آقای دکتر میلانی؟ اون چیزی که در واقع جرقه اولیه انقلاب بود. بعضی یه تعبیر حکومتی هست که میگن 15 خرداد 42 حمله به مدرسه فیضیه و اینها و به اصطلاح شناسونده شدن خمینی به عنوان مرجع مذهبی مخالف شاه. بعضی میرن تا 28 مرداد 32 و سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق. و به هر حال تعبیر شما چیست آقای دکتر میلانی؟ ببینید، اولا 15 خرداد آغاز بسیار مهمی است در تحولات ایران، ولی نه به دلیلی که طرفداران آقای خمینی میگن. آقای خمینی در اونجا در واقع وارد صحنه ملی سیاست ایران میشه و از یک طلبه کم ناشناس به یک شخصیت سرتاسری تبدیل میشه. ولی به گمان من ریشه اجتماعی انقلاب 57 رو باید در همون تحولات انقلاب شاه سراغ کرد، و اینکه انقلاب شاه ترکیب جامعه ایران رو عوض کرد، فئودالیسم رو در ایران برانداخت، اکثریت جمعیت ایران رو از روستا به شهر منتقل کرد، و در این فضای 15 ساله آخر تنها نیرویی که آزادانه میتونست در این شهرنشین های جدید فعالیت بکنه و نظرات سیاسیش رو تطبیق بکنه روحانیت بود. و آقای خمینی از همون زمان با دقت یک طیف وسیعی از تشکیلات درست کرد، دقیقا برای اینکه هم این طبقه تازه شهرنشین و اغلب حاشیه نشین رو بسیج بکنه، هم طبقه متوسط رو فریب بده از طریق کسانی مثل شریعتی، از طریق کسانی مثل آل احمد، از طریق کسانی مثل مدرسه علوی. یعنی رسما اینها برنامه داشتن. شما میتونید ببینید 1961-62 شروع میکنن به گفتن اینکه ما باید یک روایت جدیدی رو برای جذب نیروهای جدید تدارک بکنیم. نیروها رو انقلاب شاه و مردم در اختیارشون گذاشت، شهرنشینی جدید، حاشیه‌نشینی جدید و امکان بسیج رو اون هم رژیم شاه در اختیارشون گذاشت، برای اینکه دست اینها رو باز گذاشت و دست همه منتقدینشون رو بست. امکان بسیج رو آقای دکتر، اولا خواهش میکنم اگر ممکنه از تاریخ‌های ایرانی استفاده بفرمایید که بینندگان بتونن بلافاصله زمان رو درک بکنن. فرمودید که شاه امکان بسیج همین طبقه متوسط رو و همچنین آلونکتشین ها، ساکنان حاشیه شهرها و اینها رو که از روستا به شهر بیشتر آمده بودند، حالا میشه بعدا درباره محصول انقلاب سفید صحبت کرد که هدفش چه بود و چه بعضی وقتا نتایج منفی هم داد. فرمودید که شاه امکان بسیج رو به روحانیت داد، یعنی چی؟ چجوری؟ ببینید، ارقامی که ما الان داریم از تعداد مساجد، حوزه های علمیه، حسینیه ها، پیکنیک ها برای جوان ها، دفترهای انتشاراتی، مجله های اسلامی بین 1342 تا 1357 در ایران رواج پیدا کرده یا از آغاز شروع شده، شگفت‌انگیز این ارقام. اینها کاملا با اطلاع سازمان امنیت بوده. سازمان امنیت نمیتونست اینقدر پرت باشه که ندونه این همه داره اتفاق میفته. اتفاقا گزارشی در اون زمان تهیه شد و به چاپ نرسید و آقای عبدی همین چند سال پیش اون گزارش رو به چاپ رسوند به اسم
صدایی که شنیده نشد. اون گزارش رو در قبل از انقلاب تهیه کردن. حتی قبل از اون گزارش ما میدونیم که پرویز نیکا رساله فوق لیسانسش رو در این زمینه می‌نویسه که یه اتفاقی داره در ایران میفته. ایران داره از یه طرف مدرن میشه، از یه طرف تعداد طلبه ها داره زیاد میشه. آمار تعداد طلبه هایی که در اون 15 سال اضافه شدن شگفت انگیزه. دلیلش این بود که شاه فکر میکرد به گمان من به نادرستی که خطر عمده براش کمونیسمه، خطر دوم براش مصدق و طرفداران مصدق هستن و متحد اصلیش در این نبرد فکر میکرد به گمان من به نادرستی نیروهای مذهبی هستن. بعضی از نیروهای مذهبی مثل آیت الله شریعت مداری، مثل آیت الله حکیم، مثل آیت الله میلانی، مثل آیت الله خویی قطعا طرفدار نوعی ادامه سلطنت بودن. ولی آقای خمینی از اولین کتابی که نوشته بود معلوم کرده بود که حسابش با اینها جداست. آقای خمینی از تنها روحانیونی بود که وقتی یک تروریستی به اسم نواب صفوی شروع میکنه در حوزه ها یارگیری کردن، به رغم دستور آیت الله بروجردی با او همدلی و همراهی میکنه. همون نواب صفوی اتفاقا که آقای خامنه ای رو هم او سیاسی میکنه. شما خاطرات خامنه ای رو بخونید، میگه منو نواب صفوی وارد سیاست کرد. اینها تمام امکانات رو برای بسی داشتن، مدرسه داشتن، حوزه داشتن، یعنی از دبستان بگیرید تا دانشگاه میتونستن کادر تربیت بکنن. نصف بیشتر کادری که ایران سر کاره و در 42 سال اخیر من به کجرو به این نکبت کشونده بارو تحصیل های همین مدارس هستن که در اون زمان با کمک برخی از رهبران جبهه ملی با هدایت فکری کسانی مثل مطهری، مثل بهشتی، این کادرهای جدید مذهبی رو تربیت میکردن. همون کاری که الان در به اصطلاح دانشگاه امام صادق میکنن اینا از قبل شروع کرده بودن. هیچ نیروی سیاسی دیگری به اندازه نیروهای مذهبی امکان بسیج نداشت. آقای دکتر میلانی مناسب بود براشون. آقای دکتر میلانی عذر میخوام، آیا فکر نمیکنید که، یعنی نمیشود اینجوری تعبیر کرد که روحانیون مخالف، یعنی طرفدار خمینی در واقع، همین هایی که صحبت داریم میکنین که برنامه داشتن و بسیج میکردن، با عرضه تر بودن از بقیه طیف های جامعه؟ حتما منظم تر بودن، حتما خشن تر بودن، حتما در واقع بیشتر اهل خدعه بودن، بیشتر هدف هاشون رو پنهان میکردن. اگر اسمشو میخواهید برزه بذارید برزه، هر اسم دیگر میخواهید. من از این نظر عرض میکنم، ببخشید نه بگم بعد شما پاسخ کامل بفرمایید. من از این نظر عرض میکنم که ببینیم در انقلاب خیلی صحبت میشود که انقلاب رو دزدیدن، روحانیت آمد و خمینی بر انقلاب، بر گرده انقلاب سوار شد، در حالی که حالا درباره همه اینا صحبت خواهیم کرد. من از این نظر عرض میکنم، این سوال کردم که خلاصه مطلب انقلاب یک جنگ بین نیروهای در واقع نیروهایی بود که به سمت قدرت هم می آمدند، به سمت گرفتن قدرت می آمدند. در این تخاصم حتی می شود گفت، گرچه اولش یگانگی بود، مثلا اتحاد بود لااقل، در این جنگ قدرت روحانیت پیروز شد، بقیه باختن. از این نظر عرض میکنم، میگم با عرضه تر، یعنی برنامه برای قدرت، من قدرت سیاسی که من به طور کلی همیشه در برنامه گفتم که نظرم چیست در پرش بفرمید. من فکر میکنم این بخشی از واقعیت، یعنی بدون شک آقای خمینی از همه لنینیستا لنینیستر بود، از هر ماکیاولی ماکیاولتر بود و از هر سیاستمداری حرفاش رو با دقت بیشتری انتخاب میکرد. آقای خمینی که 10 سال قبل از انقلاب حدوداً کتاب ولایت فقیه رو نوشته بود، در ماه های قبل از انقلاب یک بار واژه ولایت فقیه رو استفاده نکرد، نه خودش نه طرفداران. در این مفهوم انقلاب رو دزدیدن، در این مفهوم حقه سر مردم زدن، در این مفهوم نگفتن که چه میخوان بکنن. ولی نیروهای مخالف هم گناهکارن،
رژیم شاه هم گناهکاره که نگذاشت کتاب آقای خمینی در اون زمان خونده بشه، نگذاشت بحث آزاد در مورد این کتاب بشه. چرا نبایستی در این کتاب، کتابی که کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی آقای خمینی، درست نقطه مقابل مشروط است در ایران، یعنی برگرفتن حرفای شیخ فضل‌الله نوریه و تبدیل کردنش به یک مانیفست سیاسی. رژیم شاهی که هر سال مشروطه رو جشن میگیره، رژیم پهلوی که به درستی میگه بسیاری از خواستای مشروطه رو اونها در ایران متحقق کردن، از جمله ایجاد طبقه متوسط، از جمله وارد کردن زنان به عرصه سیاسی، چطور متوجه نیست که این کتاب در اساس با هر آنچه که شما در مورد مشروطه میگید مخالفه؟ ادامه خط شیخ فضل‌الله نوری آیت خمینی. ببینید نقطه مهم این به گمان من کمتر بحث شده در مورد خود آقای خمینی و بعد خامنه ای و تمام این طیفی که دنبالش هستن، اینه که اینها در واقع تجسم یک ضد انقلاب، کانتر رفورمیشن، ضد اصلاح اسلامی بودن. شیخ فضل‌الله تجسم کانتر رفورمیشن بود، تجسم تشیع مرتجع بود در مقابل ناینی ها. همون نیروی شیخ فضل‌اللهی در انقلاب به رهبری آقای خمینی بر طرفداران ناینی حاکم شد. طرفداران ناینی در اون زمان شریعت مداری بودن، حکیم بودن، تقریبا تمام آیات اعظم نجف و بخش عمده آیات اعظم ایران با حرف آقای خمینی مخالف بودن، گفتن اینا از کجا در آوردی، این ترکیب شازه. ولی بردن برای اینکه آقای خمینی دقیقاً برنامه داشت، حرفشو دقیق زده بود، بعد تشکیلات برای این کار درست کرد و در مقابلش از یه طرف رژیمی بود که فکر میکرد اینها رو میتونه ازش به عنوان ابزار بر ضد کمونیسم و بر ضد مصدق استفاده بکنه، و یه طرف دیگه‌ش هم نیروهای مخالف شاه بودن که واقعاً در جهل بودن در مورد اینکه خمینی و فکر خمینی چی میخواست. بیانیه هایی که کنفدراسیون یا نیروهای چپ از حزب توده بگیرید تا مجاهدین بگیرید تا فدایی‌ها بگیرید در مورد آقای خمینی می نوشتن در دهه 60 و 70 شگفت‌انگیز از پرتی. بله، به هر حال درباره جزئیات آنچه که در بهمن 57 و ماه‌های قبلش به ویژه اتفاق افتاد و از زمانی که خمینی در نفل و شتر پاریس بود و مصاحبه هایی که کرد و وعده هایی که داد، و یه نکته که بسیار جالب بود، آقای دکتر میلانی اشاره کردن که یک بار از ولایت فقیه صحبت نکرد. اینها تو برنامه های دیگه هم بارها و بارها درباره صحبت شده، سالهای گذشته هم صحبت شده، حالا محض یادآوری باز وقت آدم باید تکرارم بکنه، ولی ما میخوایم بیشتر بپردازیم به بخش هایی که کمتر لااقل بهش پرداخته شده. به همین دلیل من میخوام برگردم به همین موضوع طبقه متوسط که بفهمیم واقعا چرا انقلاب شد، ببندیم بیایم توی وضعیت امروز. در انقلاب 57 راه حمایی های میلیونی در تهران و شهرهای بزرگ بود، روشنه، به ویژه در تهران، و طبقه متوسط در این راه حمایی نقش اساسی داشت. آخونده اتفاقا خیلی تعداد پرشماری نبودن. من اجازه بفرمایید که از آقای آصف بیات در کتاب سیاست های خیابانی جنبش توحیدستان در ایران که مربوط به اون موقع این قسمتش می شود، در کتاب تحقیقی ایشون یه اشاره کرده، نوشته آیت الله خمینی در 88 پیام و نامه ای که در خلال 15 سال قبل از انقلاب برای مردم ایران فرستاد، فقط 8 بار به طبقات فرودست اشاره کرد، همین چیزی که مستضعفین میگه، در حالی که 50 بار جوانان تحصیل کرده، دانشجویان و دانشگاهیان را مخاطب قرار داد. توحیدستان شهری به هیچ وجه به معنای مرسوم انقلابی نبودند. این گروه های فاقد امتیاز که تبعیض بی تردید یکی از دلایل شورش مردم علیه دست ثروتمندا می شد، این گروه های فاقد امتیاز تقریبا تا روزهای پایانی انقلاب در حاشیه مبارزه انقلابی باقی ماندند. یک تحقیقی هم سال 1361 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در مورد موقعیت اجتماعی شهدای انقلاب اسلامی اسمشه انجام شد که
میگوید از بین 646 نفری که طی درگیری‌های خیابانی در تهران از اواخر مرداد 56 تا بهمن 57 کشته شدند، فقط 9 نفر یعنی 1% آنان از میان آلونک‌نشین‌ها بودند. یعنی حالا اون چیزی که گفته میشد، خمینی میگفت که انقلاب کوخ‌نشینان علیه کاخ‌نشینان فلان، پس بر اساس این آمارها نبود. انقلاب کی علیه کی بود آقای دکتر میلانی؟ دوباره من فکر میکنم یکی از توهماتی که در مورد انقلاب، هر انقلابی به خصوص انقلاب اسلامی وجود داره، اینه که چقدر مردم، در چه حدی مردم در شرکت کردن. شما از شرکت تو میلیونی مردم یاد میکنید که به نظر من درست قدن در تهران 1,000,000 شرکت میکردن، ولی مطالعه، دقیق ترین مطالعه که من تا به حال دیدم میگه 11% مردم ایران، 11% مردم ایران در انقلاب 57 شرکت کردن، یعنی یک اکثریتی شرکت نکردن. طبقه متوسط قطعا مورد نظر آقای خمینی و طرفدارانش بود. اون کتابی که من بهش اشاره کردم در 1340 اینها منتشر کردن، آقای بهشتی درش مقاله داره، آقای بازرگان درش مقاله داره، آقای طالقانی درش مقاله داره، مطهری مقاله داره، محورش دقیقا حرفیست که شما میزنید. میگه که باید بریم اونها رو بسیج بکنیم و رفتن در جهت اون و آمدن آلمان رفتن در جهت بسیجش. حتی شکل مسجد رو عوض کردن، صندلی گذاشتن به جای که رو زمین بشینن. اینا با زبردستی انجام دادن، ولی یه اکثریتی از مردم ایران در اون انقلاب در حاشیه نشستن. شاه حاضر نبود. اینو به دقت من از قول مثلا حجبر یزدانی میگم، میگه رفتیم پیغام دادیم که ما میتونیم از روستاها آدم بیاریم. به هر حال در روستاش شاه محبوبیتش خیلی کم نبود، اصلاح طرزی تغییر داده بود زندگی اونها رو، بعضی رو به شکل بدتر کشیده بود به تهران، به شهرهای بزرگ، ولی بعضی رو صاحب زمین کرده بود. شاه گفته بود که نه، خود طبقه متوسط هم بخش عمدش در حاشیه بودن، ناراضی بودن، حاضر نبودن بیان برای شاه شاید فعالیت بکنن، نکردن. شاه هم حاضر نشد، طرفداران شاه هم حاضر نشدن سعی بکنن بسیج بکنن. ولی دعوا به گمان من، دعوای انقلاب 57 ادامه دعوای مشروطه بود. خواست همون خواست بود، خواست 1340 هم در واقع به نوعی همونه. مردم آزادی میخوان، مردم حاکمیت ملی میخوان، مردم حاکمیت قانون میخوان، مردم استقلال میخوان. نه در مشروطه به دست آمد، نه در 79 به دست آمد، هنوز همونو میخوان. ائتلاف نیروهایی هم که کنار هم اومدن و انقلاب مشروطه رو درست کردن و بعد اومدن انقلاب 57 رو درست کردن، عملا همون ائتلافه، با این تفاوت خیلی مهم که در انقلاب مشروطه شیخ فضل الله رو به دار کشیدن به فتوای بقیه آیا و بقیت و سیف شیخ فضل الله در 57 شد رهبر یک انقلاب دموکراتیک و بعد با زبردستی و خشونت از اون دل انقلاب دموکراتیک که خواست شعارهای مردم بود، یک حکومت استبدادی قرون وسطایی ولایت فقیه در کشید. آقای دکتر میلانی، اگر بپذیریم که شعار به قول معروف شناسنامه خواستهای مردم در راهپیمایی ها و در انقلاب 57، شعاری که بیش از همه شنیده میشد مرگ بر شاه بود و بعد استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، اینا خواست مردم بود؟ حالا چند درصد شرکت کردن محل ممکنه تحقیقی گسترده ای باشه. به هر حال آیا این خواست روحانیتی که مردم به دنبالش افتاده بودند بود که هرچه میگفت رعایت میکردن؟ معمولا هم اینجوری هست که پیاده نظام انقلاب در واقع وقتی که افتاد در مسیر، سردست ها هرچی شعار بدن تکرار میکنن، چه حتی بفهمن چه نفهمن. آیا این شعار روحانیت بود که
گرفته بود سکان رو، یا واقعا خواست مردم بود، مردمی که تو خیابونا بودن، یعنی شاه اینقدر بعدشون می اومد مردم چقدر آگاهی داشتن از این. اون که شما میفرمایید خواست آزادی و استقلال و حکومت قانون، آنچه هایی که در انقلاب مشروطه بود و خب میدانیم که نصف نیمه موند آمد تا انقلاب سفید. و من اون نکته که عرض کردم فقط بگم که وقت سوء تفاهم نشه گفتم که محصولات منفیش همین گسترده شدن حاشیه شهرها و اینکه نتوانست سیستم ارباب رعیتی رو از بین برد، ولی نتونست دهقانا رو زمینگیر بکنه خلاصه در روستا. حالا اون بحث اصلا مستقل است. بله. ببینید، اولا من اصلا باور ندارم که شعار مرگ بر شاه شعار اصلی انقلاب بود. اتفاقا در ماه‌های اول، در اولین تظاهرات، اونجایی که من میدونم، هرگز شعار مرگ بر شاه داده نمیشد. شعار مرگ بر شاه بعد از سینما رکس رواج پیدا کرد و امروز میدونیم که سینما رکس و برخی از آقایون روحانیون راه انداختن و تحریک اونها بود برای اینکه قضیه رو رادیکالیزه تر بکنن. اون کاری که بعدها نیروهای اسلامی در شهرهای دیگه در اقصی نقاط جهان کردن، مردم بیگناه رو به کشته دادن برای اینکه یک پیام سیاسی رو برسونن، در ایران با سینما رکس آغاز شد. از اون به بعد هست که شعار مرگ بر شاه به گمان من به یک شعار بسیار بسیار مهم و تکراری تبدیل میشه. اینکه مردم نسبت به شاه نظری داشتن، به من قطعا اون کسانی که در انقلاب فعال بودن، اون 11% حداقل، قطعا شاه رو دشمن خودشون میدونستن، فکر میکردن شاه سد راه آزادی شده. الان شاید خیلی هاشون اشتباه فکر میکنن که اشتباه کردن. من قطعا فکر میکنم که اشتباه کردن، برای اینکه شاه سد راه بسیار بعضی از مسائل بود، ولی بازکننده راه در بسیاری بیشتر از مسائل بود. و اون دلیلی که شعار مرگ بر شاه اونقدر رواج پیدا کرد، اولش سینما رکس بود، یه مقداری کدورت‌های تاریخی بود که به نظر من بعد از 28 مرداد به وجود آمده بود، و مهمتر از همه این واقعیتی که شعارهایی که در اون تظاهرات داده می‌شد شعارهایی نبود که مردم انتخاب کرده بودند، شعارهایی بود که هیئت‌های برگزار کننده انتخاب کرده بودند. در اون هیئت‌ها در آستانه انقلاب روحانیون و طرفداران آقای خمینی دست بالا داشتند. شعار آزاد مردم نبود. من در اون زمان در ایران بودم، در دانشگاه تهران بودم، اصلا اجازه نمیدادن کسی شعارهای غیر از شعارهایی که تصویب شده، کی اینها رو تصویب میکرد؟ الان میدونیم که شبکه پشت پرده طرفداران آقای خمینی بود، شعارها رو تصویب میکردن، با ارتش مذاکره میکردن که این شعارها داده بشه، این شعارها داده نشه. یعنی دوباره اون تصور که اون چه در خیابان داده میشه خواست مردمه، به گمان من یک نوع تصور پاپولیستی است. اگر بخواید با دقت بیشتر این نگاه بکنید، میبینید که بله، بدون شک مردم در اون زمان، به خصوص اونایی که در خیابان ها بودن، با شاه عناد داشتن. روزی که شاه از ایران رفت، من در خیابان ها بودم، دیدم که طیف وسیعی از مردم شادی میکردن، ولی طیفی هم بودن که وقتی میرفتی خونه میگفتن، از جمله مادر خود من، از جمله پدر خود من، شما نمیفهمید که چی در راهه. پدر و مادر من هرگز نظر سیاسی خودشون در خیابون اعلام نکردن. چند میلیون ممکنه شبیه پدر و مادر من بوده باشن، عموها، داییها، که میگفتن شما گز نکرده دارید میبرید، شما نمیدونید چه چیزه. یا کسانی هم بودن که میگفتن و کسی به حرفشون گوش نکرد. آقای دکتر صدیقی دقیقا میدونست که این موج که داره میاد چه استبدادیه، ولی کسی به حرفش گوش نکرد. اولین کسانی که تنبش رو سعی کردن بزنن خود سران جبهه ملی بودن. شرم بر اونها بود. آقای دکتر میلانی فکر میکنید که در، یعنی با توجه به آماری که اعلام کرده فرمودید، عرض میکنم که مثلا به رفراندوم جمهوری اسلامی آری یا نه
اون 98 درصدی که اعلام شد چقدر دروغ بود؟ تا اونجایی که من میدونم که اون دروغ نبود. من فکر میکنم مردم وقتی که دیدن شاه رفته و دوباره یک بازی جدیدی آغاز شده، من اون در واقع اون همه پرسی رو هرگز ندیدم کسی بگی که دستکاری شد در نتایجش. دستکاری شد در اصل همه پرسی. جمهوری اسلامی آره یا نه یعنی چی؟ اون که همه پرسی نیست. بذارید جمهوری، جمهوری اسلامی، جمهوری مردمی، بازگشت بس اگه واقعا نظر مردم رو میخوایید. خب اینو میتونیم نتیجه بگیریم دیگه که اگر چنین بود آقای دکتر میلانی، بنابراین غیر از اون 11 درصدی که فرمودید که مخالف فعال نظام پادشاهی بودند و در خیابون بودند، بقیه چون آمدن بعدن به جمهوری اسلامی آری گفتن، نه نگفتن، یعنی مخالف فعال جمهوری اسلامی نبودند، مخالف فعال نبودند، همون کسانی که مثل فرض بفرمایید که پدر شما یا مادر شما که میگفتند، همینطور گفتین که در خیابونش وقت نظرشون بیان نمیکردن، که گز نکرده دارید میبرید شما که تو خیابونید برای مثال، یعنی اینکه اینها به هر حال مخالفان خاموش جمهوری اسلامی بودن. روحانیت حاکم مخالف فعالی نداشت. چرا؟ مخالف فعال هم داشت. ببینید شما یه مقداری الان برمیگردید تاریخ رو، به نظر من از منظر پاتوهان دارید می‌نویسید. مخالف فعال خیلی داشت. نیروهای فعال خیلی بودن. آیت الله شریعت مداری صدها هزار آدم در خیابون می آورد علیه مفهوم ولایت فقیه، چطور مخالفتی نداشت؟ اینها سرکوب کردن. نیروهای چپ بعضی هاشون از همون آغاز، حالا حزب توده رو نگید، ماوسیده رو نگید، که رفتن شدن فعالین این رژیم یا فدایای اکثریت یا مجاهدین در آغاز کار، ولی نیروهای چپی بودن در اون زمان که مبارزه هم کردن. در کردستان ملت مبارزه کردن، زنان از همون روز اول اومدن در خیابان. چطور میگین مخالفتی با اینها نبود؟ نه، مخالفت در این حد آی دکتر، من نه از موضع فاتحان، ولی میگم مردمم خیلی قاب نمیگیرم. اگر بخوام گزارش بدم و نگاه گزارشگرانه نسبت به اون موقع داشته باشم، واقعیت این بود وقت، یعنی اینو من نفهمیدم که چجوری پس مردم 98 درصد به جمهوری اسلامی آری میگن، چرا نه نگفتن؟ چرا 30 درصد نه نگفتن؟ چرا 40 درصد نه نگفتن؟ ببینید برای اینکه اون کسانی که رفتن در اون زمان رای دادن، دوباره ما علتشون که من نمیتونم بدونم، ما تحقیقی در این مورد نداریم که چرا رفتن، آیا از سر فرصت طلبی رفتن، از سر ترس رفتن، واقعا باور داشتن، من نمیدونم، ولی میتونم این استنباط رو بکنم که به چیزی که داشتن رای میدادن به ولایت فقیه نبود، به جمهوری اسلامی بود، اونچنان که در قانون اساسی اولش مطرح میشد، یعنی به یک جمهوری برگرفته از الگوی جمهور پنجم فرانسه رای میدادن. ولایت فقیه ها که رای نگذاشتن. اگر دلشون میخواست، اگر صداقت داشتن، چرا نگفتن ولایت فقیه ها بدن؟ اون وقت ببینید چقدر میتونن رای جمع بکنن. به علاوه ببینید من فکر کنم وقتی آدم از گذشته با یک نگاه وسیع‌تری نگاه بکنه، مردم ایران خیلی با این قضیه مقاومت کردن، در مقابلش مقاومت کردن. میگم من یادم میاد تظاهرات هزاران هزار نفری زنان علیه حجاب اجباری رو، تظاهرات دانشجویان رو، تظاهرات بعضی از نیروهای مخالف و تظاهرات صدها هزار نفری حزبی که آقای شریعت مداری درست کرد. اینها بخشی از اون مقاومت اعلامیه‌هایی که بخشی از آقایون روحانیت میدادن علیه این قضیه، حرفایی که آقای طالقانی میزد، حتی طالقانی در خود مجلس مؤسسان، شما نگاه بکنید چی داره میگه طالقانی، اونها بخشی از یک مقاومت علیه این واقعا موج استبدادی که داره میاد. و قبلش هم همونطوری که گفتم، قبلش هم بختیار صدیقی، مهشید امیرشاهی، مصطفی رحیمی، چطور مقاومت نکردن؟ مصطفی رحیمی عملا زندگیشو پای این قضیه گذاشت. مصطفی رحیمی جرأت کرد مقاله نوشت به جمهوری اسلامی نه میگم من،
پدرش رو در آوردن، هم در هم نیروهای اسلامی اسمش رو لیست ساواک به دروغ گذاشتن، به افسردگی کشوندنش. اونم بخشی از مقاومت، نامه مرشید امیرشاهی هم بخشی از مقاومت جوانایی که تو کردستان رفتن کشته شدن، در جاهای دیگه کشته شدن، در تهران مقاومت کردن، زنانی که کتک خوردن، اینها هم بخشی از مقاومته. ولی حتما اکثریت که در جامعه بود با اینها بود، من اونو انکار نمیکنم. ولی اینکه چرا مردم مقاومت نکردن، به گمان من یک روایت یک سوی است از تاریخ. آقای دکتر میلانی، اگر بخوام جمع‌بندی بکنم از این قسمت صحبت، متاسفانه زمان زیادی هم نداریم، طیف‌های شرکت کننده در انقلاب 57، طیف‌های اجتماعی عرض می‌کنم، کیا بودن؟ ببینید دوباره اگر نگاه بکنید، برخی از نیروها وقتی که دیدن این جریان داره میبره بهش پیوست، یعنی مثلا بخشی از سرمایه‌دارای ایران، سرمایه‌دارای بزرگ ایران که همشون هم اتفاقا مصادره شدن، رفتن پاریس، بیعت کردن، پولی دادن، فکر کردن که یک در واقع ایمنی براشون هست. بخش مهمی از بازار با اینها بودن به گمان من. بخش مهمی از طبقه تحصیل کرده با اینها بودن. طبقه کارگر در آخرین مرحله قطعا به این جریان پیوست. اعتصابات گسترده کارگری، بسیاری از زنان ایران به اینها پیوستن، دوباره نه به خاطر اینکه میخواستن حجاب اجباری بیاد، بلکه فکر میکردن که آزادی بیشتری میخوان. بخش مهم روحانیت با اینها بودن، یک ائتلاف نسبتا گنده است. و در مرحله آخر با فشار آمریکا و انگلیس و خامی سران ارتش و شاید خیانت برخی از سران ارتش، بخشی از ارتش هم بهشون پیوست. بدون شک ارتش به توصیه آمریکا، به میانجیگری آمریکا و انگلیس، پسل پنهون با اینها داشت مذاکره میکرد، اسنادش در اومده. به نفع آمریکا و انگلیس بود که حکومت روحانیون، حکومت فقاهتی در ایران بیاد سر کار. اصلا اصلا ببینید مذاکراتی که آقای یزدی با از طرف خمینی با آمریکایی ها میکنه، گزارشاتی که دیگران نوشتن که رفتن با آیت الله خمینی در پاریس دیدار کردن، همشون یه حرف واحد میزنن که این میاد یه قدرت میده دست جبهه ملی. آمریکایی‌ها فکر میکردن که دارن در واقع معامله میکنن برای اینکه جبهه ملی رو سر کار بیارن، و آقای خمینی هم با درایتی که داشت یه نفر از جبهه ملی، مذهبی جبهه ملی رو آورد یه مدتی سر کار. از همون روز اول هم زیرابش رو شروع کرد زدن، از روزی که بازرگان رو آورد داشتن برنامه ریزی میکردن برای اینکه آخوندها رو بزنن. خود خامنه‌ای رو گذاشتن معاون وزارت دفاع، رفسنجانی رو گذاشتن معاون، داشتن آماده میشدن. ولی وعده ای که به آمریکا داده بود قطعا همینه، قطعا وعده ای هم که به ملت ایران داده بود همینه. وعده علنی آقای خمینی به ایران این بود که من میرم کنار طلبه میشم، یک آخوندم نمیذارم در ایران قدرت در دست بگیره، مگه غیر از اینه؟ آقای دکتر میلانی، آقای دکتر میلانی، اگر من به این دلیل پرسیدم طیف‌های اصلی شرکت کننده کیا بودن در انقلاب 57، که ما وقتی از سال 88 به ویژه 1388 در ایران نگاه میکنیم، اون جنبش سبز و تظاهرات وسیع خیابانی میلیونی بود واقعا در تهران، بعد میبینیم که همینجوری که میاد جلوتر، اگر در بزنگاه‌های اصلی نگاه بکنیم، 88، 96، 98 در واقع که این وسط هم این تظاهرات و درگیری ها حتی بوده است با ماموران حکومت و اینها، ولی هرچی پیشتر اومده به سرعت رادیکال شده در مقابل ماموران حکومت و شعارهاش، به ویژه سمت اعتراضیش مستقیما از سال 88 که رأی من کو شروع شد، مستقیم سال 96 رفت مرگ بر خامنه ای، مرگ بر اصل ولایت فقیه، 98 هم که میدانیم. اینها چه طیف های، طیف های اصلی شرکت کننده در این اعتراض ها کیا هستند؟ در اعتراضات اخیر به گمان من به طور روزافزونی طبقه کارگر و طبقه
فقیرتر جامعه داره شرکت میکنه و به همین خاطر هم است که اینها ترس فرشون داشته و رادیکال شدن شعارها به گمان من دو دلیل داره. یکی اینه که ببینید مردم ایران با یک صبوری عظیمی به گمان من و با یک درایت عظیمی تمام تلاششون رو برای 40 سال کردن که به این رژیم بفهمونن که ما برای ولایت فقیه به خیابون نیومدیم، ما برای دموکراسی اومدیم. یا بپذیرید رو یا مبارزه ادامه داره. آخرین تلاشش جنبش صبر بود، آخرین تلاش مردم برای اینکه ببینن آیا میشه از درون این نکبت یک دموکراسی ایجاد کرد جنبش سبز بود. وقتی که دیدن اون هم نمیشه، وقتی دیدن نخست وزیر محبوب آقای خمینی 10 سال میندازنش زندان، زنش هم میندازن زندان، کسی هم جرأت نمیکنه بگه آقا چرا، و هیچ اصلاحی نمیپذیرن. هر روز قدرت ولی فقیه رو بیشتر میکنن، هر روز نظارت آخوند رو بر انتخابات بیشتر میکنن. ببینید خلف وعده اینها رو ببینید، انتخابات اول رو مقایسه بکنید با انتخابات الان، بنی صدر رو مقایسه بکنید با رئیسی، نحوه انتخاب بنی صدر رو مقایسه بکنید با این، در هر زمینه خلف وعده کردن. مردم وقتی دیدن نمیشه اصلاح کرد، حالا میگن بندازش. به علاوه وضع اقتصادی هر روز بدتر میشه، به علاوه فساد این رژیم هر روز بدتر میشه، به علاوه خشونت این رژیم هر روز بدتر میشه. اینها در تظاهرات 2 سال پیش به تنهایی به اندازه تمام دوران شاه آدم کشتن. مردم اینا رو میدونن، اگه شعار رادیکال میدن نتیجه مستقیم تجربه زندگیشونه، ارقام رو خودشون در آوردن. آقای باقی که از خود این رژیم هست رفته تمام اسناد رو دیدی که چند نفر در دوران شاه کشته شدن. آقای رئیسی و آقای محمدی در یه بازه 3 ماهه 4000 نفر رو بدون محاکمه جدی، کسانی که در زندان بودن از دم تیر گذروندن. در دوران شاه 9 نفر اینجوری کشته شدن. مردم اینا رو میتونن واضحه که شعار مرگ بر دیکتاتور میدن. آقای دکتر میلانی، مسیر انقلاب 57 رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم هرچه اعتراضات مردم پیشروی میکرد حکومت عقب مینشست. در مجموع عرض میکنم، حالا مثلا چه میدونم کشتار 17 شهریور مثلا چی بود، میدان ژاله فرض کنید، یا وقایع مشابهی رو، اینها رو در کل وقتی نگاه میکنیم از سال 56 تا بهمن 57 در مجموع حکومت عقب مینشست هرچه که این جنبش اعتراضی پیش روی میکرد. وقتی از سال 96 نگاه میکنیم به ویژه 1196 که الان اشاره میفرمودید شما، مسیر اعتراضای مردم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که هرچه اعتراضای مردم پیش روی کرده حکومت با شدت بیشتری سرکوب کرده. سوال، آیا سرکوب تنها مانع انقلاب میتونه باشه؟ قطعا نمیتونه، ولی من فهم میکنم دلیلی که آقای خامنه‌ای هرچی بیشتر و وحشیانه تر سرکوب میکنه اینه که از تجربه دوران شاه درس غلطی گرفته. درسی که گرفته اینه که رژیم شاه سقوط کرد چون آوانس داد به اپوزیسیون. نه، به نظر من اگر رژیم شاه در 1975 1355 ببخشید غربی گفتم، خواهش شما بفرمایید، بله، اگر در اون زمان یک دهم آوانسایی که در 4 سال بعد حاضر بود بده میداد، شما فکر میکنید ایران به این نکبت دچار میشد؟ من فکر میکنم شاه در دوران ضعفش شروع کرد آوانس دادن، در دورانی که قدرت داشت و میتونست به راحتی آوانس‌هایی بده نداد، شروع کرد مزه مزه کردن. من در کتاب نگاه به شاه گفتم مهدی سمیعی رو میاد میگه برو یه حزب حسابی درست کن، یه حزب تکنوکراتیک درست کن که بعد از من بتونن این گذار رو مدیریت بکنن. بعد تصمیم گرفت بره حزب رستاخیز رو درست کنه، چون فکر کنید به جای حزب رستاخیز مهدی سمیعی یه حزب درست حسابی درست کرده بود. 10 نفر از شریفترین انسانهای ایران رو تو اون حزب بودن، مؤسسین حزب بودن. من مینوت مذاکراتش رو با شاه دارم، چندین بار رفته با شاه مذاکره کرده. اگر در اون زمان آوانس میداد به نظر من میتونست بمونه، کما اینکه اگر در جنبش سبزم
آقای خامنه‌ای میپذیرفت واقعیت اظهر من الشمس که تقلب شده و موسوی براش خطر اونچنانی نیست، چه بسا که میتونست این رژیم رو نجات بده، ولی سرکوب کرد. بعدم هرچی بیشتر مردم خواستشون رو مطرح کردن، خواستای قانونیش رو مطرح کردن، سرکوبشون کرد. ببینید الان با خانوم نرگس محمدی دارن چی کار میکنن؟ من واقعا هر روز که بیدار میشم خجالت میکشم از خودم. نرگس محمدی چرا الان در زندانه؟ برای اینکه جرأت کرده بگه که شما مستبدید. او رو هم نمیذارن حرفش رو بزنه، میگه انفرادی شکنجه است. حرفی که سازمان ملل 15 سال پیش مصوبه سازمان ملله. خب با این روال واضحه که جنبش رادیکال تر میشه، واضحه که راه دیگری جز برانداختن این نکبت نیست و شعار مرگ بر خامنه‌ای. چرا انقلاب چرا بر نمیفته این حکومت با توجه به اینکه اکثریت، میتونیم بگیم اکثریت آقای دکتر، حالا شما که به اون آمارها پرداختین میخوام بفرمایید که اکثریت مخالف فعال یا به هر حال مخالف حکومتن و اگر جرقه ای زده بشود میتوانن مخالف فعال بشوند؟ به نظر من قطعا واقعیت الان جامعه اینه. ما هم آمار داریم، گروه گمان برخی آمارهاش خیلی جالب هستن و آمارهایی که از درون خود رژیم درز میکنه، حرفای یمان میزنه تایید میکنه و معاون وزیر کشورشون گفته مملکت در حال انفجار، یه اقلیتی به ما باور دارن. ولی دلیل دوام اینها تداوم ترس، تداوم ترس هم به خاطر همین خشونت هاست، سرکوب ها، زندان هاست، آدم کشتن هاست، هرچی تنگتر کردن فضاست. و یه دو تا دلیل دیگه هم هست. در 1357 یه مخالفینی بودن که همه آره به هر دلیل غلط و درست زیر یه پرچم رفته بودن وایساده بودن آقای خمینی. الان چنین پرچمی اپوزیسیون هنوز پیدا نکرده، اپوزیسیون متشدد متکثر جانشین نیست. دو، در اون زمان آمریکا و انگلیس رو شاه خیلی نفوذ داشتن، داشتن بهش میگن خوشو برو، به قول شاه میگفت سفیر آمریکایی نگاه میکرد به ساعتش یعنی کی میری. الان آمریکا و انگلیس هیچ نشانی از این که تلاش جدی برای رفتن اینا میکنن نشون نمیدن، برعکس الان دارن در برجام در شرایطی که اینا همه این خشونت هایی که شما میگید انجام میدن میخوام بهشون چندین ده میلیارد دلار دیگه هم پول بدن که این سیاست و این نکبت رو ادامه بده. این فرق میکنه با دونشون. آقای دکتر میلانی، تا زمانی که برنامه نباشد آیا به نفع خلاصه مردم در هر شرایطی؟ دو نظر روشن هست، فرصتی مثلا دو دقیقه ای شاید داشته باشیم. یکی اینه که اینا برن هر کی میخواد جاشون بیاد، چون از اینا نکبت‌تر وجود نداره در تاریخ معاصر، لااقل معاصر جهان و در تاریخ ایران شاید نداشته ایم اگه بخوایم به نسبت وضعیت امروز بسنجیم. یک بخشی هم هستن که البته کسانی هستن که اصلا نمیخوان رژیم، این رژیم عوض بشه، میگن اگر ما ندانیم که چه کسانی باید بعد بیان سر کار و چه برنامه‌ای خواهیم داشت اصلا دامن زدن به اعتراضات غلط. من فکر میکنم هر دو این گمان ها نادرسته. اعتراض باید کرد برای اینکه حق مردمه که از سهم زندگیشون اون چه که واقعا باید بهشون برسه دریافت بکنن. این رژیم زندگی رو بر دو نسل از ایرانی ها سیاه کرده، تباه کرده، مغمومشون کرده، معتادشون کرده، مهاجرشون کرده. باید در مقابل این نکبت مقاومت کرد، ولی در این حال تا آلترناتیوی وجود نداشته باشه خود مردم دنبال این که رژیم رو برمی‌اندازن نمیرن. دلیلی که به نظر من تظاهرات گسترده نمیشه، تداوم پیدا نمیکنه، اینه که هنوز اون آلترناتیو رو ایجاد نشده و نمیبینن و رژیم دقیقا میدونه و به همین خاطر در نهایت زرنگی به قول شما یا ریاکاری یا ترکیب همه اینها تمام تلاشش رو میکنه که
وحدتی در اپوزیسیون ایجاد نشه، وحدتی بین خارج و داخل ایجاد نشه. تا یک کسی حرف میزنه تشکیلاتشون رو راه میندازن، علیهش حرف میزنن، شعار میدن، فلان میکنن. قبل از اینکه گفتی دو دقیقه وقت داریم، من واقعا شرمنده هستم که تصویرم در آغاز بد بود و شاید صدام بد بود به خاطر گرفتاری های فنی دستگاه من بود. از شما و از بینندگانتون جدا پوزش میدم. درود بر شما آقای دکتر میلانی عزیز، استاد و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا. ما خیلی بیشتر از اینها باید بتونیم از شما بهره‌مند بشیم آقای دکتر میلانی و بیاموزیم از شما. مگه ما چقدر خلاصه آدم داریم که بتونیم ازشون بیاموزیم؟ و به همین دلیل خواهش ازتون میکنم که باز در برنامه صفحه آخر در این بحث ها حضور داشته باشین. روزتون بخیر. از شما خیلی متشکرم و از برنامه‌های خوبتون همیشه لذت بردم. بریم پرده آخر توپ. حضرت امامو برده بودم پادگان اشرت آباد که میدون ولی اصل فهری میشه، پادگانی هست اونجا. امام رو بین 3 تا 1 هفته میگن اونجا بودم. این سرهنگ میگفتش که ما اجدان حضور شاه بودیم، آمد و قصدش بر این بود که امام رضوان الله علیه رو خودش عبین ببره. رفت دید اومدیم، من جلوتر رفتم وارد اتاق شدم، دیدم حضرت امام نشستن. به امام گفتم بلند شید شاهنشاه اومدن. دیدم این خیالش نست، اصلا انگار نه انگار که شاه کسیه. میگفت شاه هم خب قصدش این بود که اومده بود که اصلا امام رو بکشه. اینجا که شد با عصبانیت تمام دست کرد و شمشیرشو بلند کردم جوری که بزنه به امام. گفت دستش بالا خوش شد. همچون که دستش بالا بود من دیدم یهو چرخید و برگشت داره میره تا پای جیپ هم رفت. تا پای جیپ که رفت دستش بالا بود، پای جیپ که رسید و دستش افتاد و گفت بری با عجله. گفت ما هم خب تبعید از ایشون آمدیم سوارشون رفتیم. زمانی که رفتیم به کاخ رسیدیم، سوال کرد یکی از مسئولین که قربان شما رفته بودید که کار تمام کنید، اطلاع خمینی رو بکشید. خب مگر ندیدید، البته کلمه زشتی به کار میبره، با اونا گفته بود احمقا مگر ندیدین که من دستم رو که بالا بردم که بزنم دستم خوش شد. و بعدش اون مقابل من که پشت سر آیت الله خمینی بود 11 تا سید با شمشیرهای برنه به طرف من حمله ور شدن. درنگ کرده بودم 11 تا سید منو تکه پاره میکردن. بعد از اون گذشته اژدهایی بود، آتش به طرفم گشود، یعنی درنگ کرده بودم، اصلا سوخته بودم، جزقاله شده بودم. به این دلیل بود که سر و سیمه برگشتم و رفتم و دستم هم تا دیدید که پای ماشین جیپ پایین نیامد و خشک بود، اونجا دیگه دست من افتاد. میخندیم. شب و روزگار خوش.